به نام خدا و با درود و سلام خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی کانال سرخط. ممنون و متشکریم که با ما این و با نظرها و پیشنهادها و البته انتقاداتون ما رو همراهی میکنین. دوستان زیادی در فضای مجازی از واکنش ایران ناراحت هستن و قصد داریم تو این ویدیو در این مورد صحبت کنیم. شوک اولیه که هر خبر مهمترین زمانی هست که افکار عمومی جهت‌دهی میشه. در رسانه‌های خارجی مرسوم و دستوره که اگه خبری منفی در مورد کشور یا سیاست‌های امنیتی منتشر شد، رسانه‌ها اول باید فقط اون عمل رو محکوم کنن. بارها در ترور درگیری‌ها و انفجارها در اروپا این موارد رو شاهد بودیم و یا حتی در زمینه جنگ روسیه با اوکراین هم رسانه‌های غربی متحد و یه صدا به محکومیت حمله روسیه پرداختن. در این مورد باید سواد رسانه‌ای بیشتر باشه. در اولین مورد باید سعی بشه اطلاعات شخصی و حیاتی و ارتباطات رو در فضای مجازی منتشر نکنیم، چون دشمن و تیم ترور با دقت پازل‌ها رو به هم متصل می‌کنه و این اطلاعات به ظاهر ساده وقتی در کنار دانسته‌های فعلی در ابعاد بزرگ قرار بگیره می‌تونه کلید عملیات بعدی باشه. این توییت خیلی به جا این هشدار رو مطرح میکنه. خودشان ترور میکنند و خودشان هم اولین رسانه هایی هستند که آن را اعلام میکنند تا من و شما از همان دقایق اولیه ناشیانه اقدام به افشای اطلاعات از رده و خانواده و سطح دسترسی و مشاغل و سفرهای مختلف و دیگر مشخصات شهید و دوستانش نماییم. دشمن امشب نشسته و چه اطلاعاتی داره جمع و جور میکنه. باید تو این ساعت اجازه داد که تیم‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای رسمی بعد از بررسی دقیق هر دیتایی رو که لازم بود منتشر کنند. حوالی منزل شهید حسن صیاد خدایی، ساعتی بعد از ترور. دیر رسیدیم، یک ساعت بعد رسیدیم، ولی خانوما دیده بودن. این روایت شاهدان عینی از ماجرا. دیدم که ماشین اون لحظه ندیدم، اون لحظه دیدم که یه موتوری با که موتور سوار نشسته بود بغل همین لبه کوچه‌مون وایساده، بعد یه دونه آدمم که آقا بود سمتش دوید و با موتور رفتن، سری گاز گرفتن رفتن. همون لحظه این ورترش رو نگاه کردم دیدم شیشه ماشین شکسته و همونجا همون لحظه گفتم که وای دوست. شهید حسن صیاد خدایی دیروز با اصابت 8 گلوله در جلوی منزل شخصیش به شهادت رسید. من تو اتاقم بودم، بعد صدای چند تیر شنیدم، 5-6 تا تیر. بعدش اومدم پایین، صدای جیغ و دادم شنیدم یه ذره. اومدم پایین دیدم که ایشون تو ماشین فوت شدن و بعدش هم که زنگ زدم اورژانس. این از معدود تصاویر اوست که از طریق نزدیکانش به آن دست پیدا کردیم. تو هیئت بودیم. از چه سالی؟ فکر کنم یه 7-8 سالی بود من میشناختمش. ما جز خوبی که چیزی ندیدیم ازش. میدونستی مدافع حرم بوده؟ نه بابا. اطلاعاتی تو این زمینه واقعا نداشتیم. نه ماهیش کسی که فکر نمی کنم اطلاع داشت، حتی همسایه های ساخته اونم نمی دونست که مدافع حرم باشه. مردی که به قضای شغلش از تصاویر و دوربین ها فراری بود، حالا سکانس پایانی زندگیش در ماجرای نیمروز رقم خورد. سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح هم امروز اعلام کردند که ترور روز گذشته در تهران نشان می‌دهد ادعاهایی که آمریکایی‌ها و متحدان آنها در خصوص حقوق بشر دارند کذب است و ما قربانی ترور هستیم. از دید ما مرکز کانون تروریسم و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای انجام اقدامات تروریستی در جهان آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. ترور یک موفقیت برای دشمنان انقلاب اسلامی نیست، بلکه یک شکست برای آنها است. ابعاد این ترور در دست بررسی است و نیروهای امنیتی کشور این موضوع را دنبال می‌کنند. نتیجه بررسی‌ها هم متعاقباً اعلام خواهد شد. حالا مورد دوم، به جای محکومیت دشمن، حمله به نیروهای امنیتی و نظامی و اطلاعاتیه که بزرگترین هدیه به دشمنه. همین اصلاح طلبایی که تا دیروز به خاطر جنگ روسیه و اوکراین اشک می‌ریختن، الان واسه ترور یک ایرانی که برای امنیت همین کشور شهید شده، یا سکوت کردن یا دارن نفرت پراکنی می‌کنن. این پیامو ببینید که امیر مقدم از نزدیکان تیم رسانه‌ای روحانی در صفحه‌اش منتشر کرده. پراید سرهنگ سپاه که توسط عده‌ای بولد می‌شود 13 میلیون خلافی داره و ماشین توقیف نشده. واسه شهروندان عادی فقط تا 3 میلیون و بعدش توقیف میشه. چقدر حقوق میگرفته که روزانه 100 هزار تومان جریمه بشه یا از بیت المال پرداخت میشده و براش مهم نبوده، یا اصلا ماشین خودش نبوده و در اختیارش بوده، یا این ابله همینقدر نمیدونه که خونه شهید خدایی در محدوده طرح ترافیک بوده و این جریمه ها هم برای طرح هست و بعد که مدرک سکونت در محل ارائه بشه پاک میشن. هرچند در درست بودن این مدرک هم شک و شبهه وجود داره و به احتمال یقین تصویر فتوشاپی هست. تصویر اصلی که در حال حاضر از استعلام این خودرو وجود داره مبلغ کل جرایم 178 هزار تومان هست.
وقتی میگیم یه عده تو زمین دشمن بازی میکنن یعنی همین، در حالی که باید بر علیه این اقدام تروریستی توییت بزنن یا در حال نفرت پراکنی هستن یا فشار بر سازمانهای نظامی و اطلاعاتی. واسه اینکه بدونین دست ایران در انتقام چقدر بازی، همین خبر خودش میگه که دست برتر رو کی داره. شبکه ابری زبان نیوز وان در خبر فوری اعلام کرده که سفارت‌های اسرائیل در سرتاسر دنیا به حالت آماده باش درآمدند. برخلاف دفعات گذشته که قربانیان عملیات فعالان برنامه‌های هسته‌ای ایران بودند، این بار یک افسر عالی رتبه سپاه هدف ترور قرار گرفت. یکی از دلایل نگرانی اسرائیل آن است که تهران اعلام کرد این ترور عبور از خط قرمز است و عواقب خاص به خود را داشته و جنایتکاران بهای سنگینی بابت آن خواهند پرداخت. اینکه اسرائیل در تمام سفارتخانه‌هاش در سرتاسر جهان احساس خطر می‌کنه، به نظر شما چه معنی می‌تونه داشته باشه؟ این ترورا نشانه دست برتر در این قضیه نیست. این رو بارها در سرخط گفتیم و بازم تکرار میکنیم. وضعیت امروز صهیونیست‌ها شکننده تر از هر روز دیگه ای هست. بلندی‌های جولان در یک قدمی بازپسگیری هست. روسیه یکی از حامیان مهم اسرائیل پشت این رژیم رو نه تنها خالی کرده که در مواردی جدال‌های لفظی به مرحله تهدید رسیده و همچنین اهدای پایگاه‌های روسیه به نیروهای ایرانی یه پیام مهم و وحشتناک برای رژیم صهیونیستیه. شهرهای اشغالی هر روز شاهد درگیری‌های خونین و تظاهراته. جنین برای چند هفته است که تیتر یک محافل خبری و سیاسی شده و امنیت به حدی در اسرائیل سقوط کرده که نتانیاهو در میان طرفدارانش در محفظه ضد گلوله سخنرانی میکنه. وقتی اربیل رو که جاسوسای موساد در اون حضور داشتن شخ میزنیم، یه عده خود تحقیر به در و دیوار زدن که این یک ویلای شخصی متروکه بوده و اسرائیل هم که خودش رو کلا به اون راه زده و از سنگ صدا میومد، ولی موساد و تحلیلگراش خفه خون گرفته بودن. این ویدیو از صحبت‌های قیس الخزعلی، دبیر کل جنبش اصایب اهل الحق عراق، در مورد اسنادی که ایران به طرف عراقی نشون داده رو حتما ببینید. از شخصیت‌های عراقی چه کسی برای تحقیقات عازم اربیل شد و این تحقیقات کجا انجام شد؟ آیا تحقیقات در اربیل صورت گرفته است؟ مگر می‌شود از خود متهم درخواست کرد که همکاری کند و دلایلی برای محکومیت خودش ارائه دهد؟ اصلا نهاد امنیتی عراقی داریم که بتواند بدون اجازه نهادهای امنیتی در کردستان وارد مکانی شود؟ همون موقع پرسیدم، گفتن که اینجا مقر موساد در اربیل منزل یک تاجر کرد است. آیا هنگام اصابت 10 موشک به آن هیچ خدمتکار یا نگهبانی در آن حضور نداشت؟ خدمتکار بنگلادشی یا هر کسی آنجا نبود که زخمی شده باشه؟ یعنی منزل خالی از سکنه بوده؟ بنا به اطلاعاتی که دارم، به هیئت عراقی که به جمهوری اسلامی ایران رفت مستنداتی ارائه شد. اسنادی به این هیئت نشان داده شد که آنان را به سکوت فاداشت. یکی از اعضای هیئت عراقی به من اطلاع داد که در برابر مستندات و دلایل ایران کاملا ساکت و شگفت زده شدیم. حالا واکنشایی که بعدش شد، اولا که با انکار جلو رفتن از زمین و آسمون تحلیلگر نظامی و مهندسی میریخ که ای بابا این یه ویلای خالی بود، اصلا موشکا به ویلا اصابت نکرده و بازم موشکا فیل شدن. اما بعدش که مدارک جدیدی رو شد و ابعاد تخریب رو مشاهده کردن، گفتم ببینید ایران دنبال افزایش تنش و ماجراجویی هست، وگرنه چرا باید در حین مذاکرات دست به چنین حمله بزنه؟ تازه این دفعه رو سپاه به عهده گرفت، وگرنه ای والله های زیادی تو خود تل آویو رخ داده که صداش در نمیاد. اون یکی هم واسه دستگرمی منتشر شد. موشه یعلون وزیر سابق جنگ اسرائیل که نزدیک بود اسیر ما بشه، در مورد شهادت سردار خدایی گفته نمیدونم این ترور رو کی انجام داده، اما هر کی انجام داده کار خوبی کرده. ایران عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و اسرائیل خودش رو در حالت اگه من انجام ندم پس کی انجام میده میبینه. هر کی خوشحال نباشه، تو یکی باید از خوشحالی تو پوست خودت نگنجی. یعنی من قول میدم این آدم هم اگه اسیر میشد صداش رو کسی نمیشنید، مگه اینکه خود طرف صهیونیستی واسه فشارهای بین المللی لو میداد. ایران با کلیت دشمن داره مبارزه میکنه. وقتی پلیس با تمام امکانات با اراسل و اوباش هم درگیر میشه، ممکنه 4 تا تیر شلیک بشه یا چند نفر از پرسنل زخمی یا شهید بشن، ولی مهم اینه که کی در نهایت پیروز میشه. حالا اینکه دیگه اسرائیل با حمایت آمریکا و غرب و کشورای همسایه، من ابتدا لازم میدونم که شهادت سرهنگ عزیزمون آقای صیاد خدایی رو تبریک و تسلیت عرض میکنم به خانواده معظم ایشون و عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برای ایشون علو درجات رو از خداوند متعال مسئلت کنم. پیگیری این جنایت که بدون تردید دست استکبار جهانی در این
دیده میشه. کسانی که در میدان شکست خوردن از نیروهای مدافع حریم و حرم و به این شکل میخوان استیصال خودشون رو نشون بدن. پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تأکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است. این دست و پا زدنای اسرائیل در یک نمونه دیگه وحشتی که رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان از فعالیت‌های ایران در منطقه دارند رو ببینید. ترور رهبر شیعیان تاجیکستان. محمد باقروف رهبر شیعیان تاجیکستان بر اثر شلیک در منطقه گرنو بدخشان به شهادت رسید. اونم دقیقاً بعد از سفر سرلشکر باقری. فکر میکنم با این جنایات رابطه ایران و تاجیکستان که با احداث خط تولید پهپاد وارد فاز جدیدی شده بود رو تیره و تار میکنن. این صحبت تحلیلگر صهیونیست به خوبی اهمیت این موضوع رو و احساس خطری که کردن رو نشون میده. حالا اول از همه چرا تاجیکستان؟ خب یقینا این رخداد جالبی است. گویا ایران در پی بهبود روابط خود نه تنها با تاجیکستان بلکه با همه آسیای میانه است. در واقع ایران بیش از پیش در حال تمرکز روی شرق است. همان گونه که دیدیم توافق همکاری 25 ساله با چین امضا کرد، ولی همان گونه که میدانید منافعی در افغانستان و هند نیز دارد. کل این بخشی از نگاه نوین رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شرق است. به ویژه در رابطه با تاجیکستان طی دو سال گذشته داد و ستد بین دو کشور 10 برابر افزایش یافته است. قطعا روابط دو کشور بسیار نزدیکتر می شود. و اگر ما به این کارخانه جدید پهپادسازی نگاه کنیم، واقعا به نظر می رسد تهران در حال تلاش برای گسترش همکاری های نظامی و دفاعی خود با دیگر کشورهاست و چه جایی بهتر از یک کشور فارسی زبان دیگر. بنابراین ما می‌بینیم که ایران نه تنها در حال صادرات توانمندی‌های خیش است، بلکه در حال صادر کردن نفوذ خود به بخش بیشتری از شرق است. درسته، آیا شما هم می‌گویید که این چیزیه که اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه ضرورتاً باید نسبت به آن نگران باشند و چشم از آن بر ندارند؟ قطعاً نباید چشم از آن برداشت، اگرچه این مایه نگرانی است، ولی نه در این نقطه از زمان. همان گونه که شما هم مطرح کردید، ایران کارخانه پهپادهای ابابیل 2 را خواهد ساخت که برد آنها به 200 کیلومتر میرسد. این پیشرفته ترین پهپادی نیست که ایران در زرادخانه خود دارد، مانند شاهد و کمان. ولی چیزی که اینجا قابل توجه هست، در گذشته ایران به طور معمول پهپادهای نیروهای نیابتی خود را در عراق، لبنان، یمن و سوریه فراهم میکرد، ولی این نخستین همکاری در سطح دولتی است. منظورم اینه که نگاه کنید ایران چه کسی را برای افتتاح این کارخانه فرستاده است. ایران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که یک مقام رسمی نظامی است، حسین باقری را فرستاده است. آنها فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی را نفرستادند و این اقدامی است که به نحوی نشان می‌دهد آنها می‌خواهند این کار را آشکارا و در سطح رسمی انجام دهند تا نشان دهند ایران یک کشور عادی است که میتواند با دیگر کشورها در زمینه نظامی و بازرگانی همکاری کند و میخواهند این امر را به نمایش بگذارند که تحریم‌های آمریکا همه دانش فنی آنها به ویژه در زمینه پهپادی را نابود نکرده است. بله درسته، این چیزیه که اونا تلاش میکنن تا نشان بدن و بگن که کشوری رو راست هستن و نمیخوان خودشون رو پشت چیزی مخفی کنند. و تو گفتی که این مقداری به خاطر راهبرد نگاه به شرق هست. آیا شما موافقید که این با پیشروی راهبرد جهانی ایران سازگار هست؟ خب من فکر میکنم اونا تلاش میکنن تا همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نگذارند. اونا میکوشن تا سیاستهای خود رو متنوع کنن، چرا که آنها تجربیات ناخوشایندی با غرب داشتند، همچون تحریم ها، و مطمئنن آنها بهترین را در غرب ندیدند. پس آنها میکوشند تا سیاست خود را متنوع کنند و بازارهای تازه تری را برای فعالیت بیابند. این همچنین میتواند بخشی از راهبرد ایران برای گسترش نفوذ خود در آسیای میانه که ناحیه کلیدی در کنار افغانستان سنی و چین هست باشد.
پس می‌خواهند جای و پای خود را در آنجا تقویت کنند و تلاش کنند وارد بازی شوند، ولی در کل این اقدامی آشکارا و در سطح رسمی است که از سوی سپاه پاسداران انجام نگرفته است و لذا برای نشان دادن این است که ایران کشوری عادی است و می‌تواند وارد روابط بازرگانی معمولی شود. درسته، جالب اینجاست که وقتی نگاه میکنیم که کجای منطقه نفوذ ایران دارد یا ممکن است افول کند، تو پیشتر گزارشی در این باره تدوین کردی که درباره اظهارات پادشاه اردن بود که میگفت ایران دارد جای پای خود را در سوریه گسترش میدهد، درست جایی که اسرائیل نگران است. این ویدیو رو باید بکوبید تو صورت کسی که میگفت پهپادهای ایران یا فتوشاپ یا کاغذی. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما بودین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق.